رومینای من، پنالتی دقیقه 90 تک به تک من رومینا. الهی برات موج مکزیکی. عاشق ازم احساساتیه. اینه اینه کوالاست نه؟ آره واسه همین میخواد هی اینه چسب بره به چسب به رومینا. خدا شانس بده. بعضی سرشون دعواست، بعضی هم هیچی به هیچی. همین حق ما رو خوردن دیگه. الان این چه حرفیه داری میزنی؟ همین کارا رو میکنین همه فکر میکنن ما خانم ما فقط دنبال شوهر پیدا کردن این دیگه. خب حالا گربه دستش به گوش نمیرسم که پیف پیف بو میده. الا الان منظورت منه؟ وای خدا بچه ویل کنی، همه اینجا رو اصلا پر کردین از انرژی منفی، اعصابم داره خورد میشه. من هدفمون چیه که اینجایی؟ هدفمون اینه که فقط این خسروی بدبخت بیچاره رو بتونیم راضیش کنیم، مجابش کنیم که با ازدواج این بردیا که من اینقدر بدم میاد ازش، رومینا کوده را بیاش. خیلی گناه. موافقم، من موافقم. نباشیم موافقم. خوبی خسرو جان؟ عالی. خسرو عالیم. خیلی خوب. آره بابا. یعنی اصلا از دست بردیا عصبانی اینا نیستی؟ چه حرفی میزنی؟ نه. معلومه که چرا عصبانی میشم؟ نه. یعنی ماجرای رومینا و بردیا رو که یادت رفته؟ ازدواج رومینا و بردیا. نه. خیلی هم براشون آرزوی خوشبختی، خرسندی و سعادت دارم. مخصوصاً سعادت دارم. خب بچه‌ها سلامت به داستان. باری کلا. خب بچه‌ها دیگه خدا شو همه ماجرا حل شد. بله. فقط شیرین جان یه دونه پای منو واکن. به شدت دستشویی داره به من فشار میاره از هر جایی که تو از دست دنم. واکن من یه توکه پا برم تا توالت برمیگردم و. حالا ولی خوبی دیگه استرس نداری. خیلی تو این کار خیلی فکر کردم. خیلی کتاب خوندم تو تایم بیروشی و به این نتیجه رسیدم اشتباهه. آره بخیر. از اول هم این بردیا رو زود برگردی. بیا باز کنی. بفرمایید. خیلی ممنون. زودم برگرد. بردیا نپاش آوا نپاش. خیلی خوب. بپاش. میگم که خوبه برات. آبقنده؟ ای بابا آبقند کی میریزه رو بیهوش؟ نمیخورم بابا، نمیخورم نمیخورم. لطفا نه دیگه این آبقند رو من بپاش. باشه. نه رو هیچ بیهوش دیگه باشه. بپاش. خیلی خوب. الان خوبی بخورم. دیگه. بله الان بهوشی مسلطی. من الان بهوشم بچه‌ها. خیلی خوب. در بهترین حالت خودم هستم. فقط یه لحظه پاهمو باز کن، دستم باز کن. من یه توکه پا برم یه کار واجب دارم. برمیگردم. ممنون. تو الان تو این موقعیت چه کار واجبی داری؟ راست میگه. دختر خاله عزیزم بله. لطفا منو باز کنید، من یه توکه پا برم اونجا کله این پسر خاله گل به خودی زن وردارم با دنبل لیک کنم برگردم. نپاش نپاش بابا، مورچه میفته به تنم. نپکنید وحشی. چند روز پیش من داشتم رانندگی میکردم، یه لنده هور اومد بغلم گفت ضعیفه برو بشین پشت ماشین لباس شویید. فکر کن نه دیگه نه دیگه اصلا کسی زعیفه داشته دوخته دیگه میگه بابا اینقدر زیادن که میگه. کی میگه؟ من خودم همین دیروز گفتم. از که تو بیشون نپس بابا نپس واقعا متاسفم برات خسرو. و تو ولش کردی همینجوری رفت؟ ببین اگه دستم بهش میرسید که چهار شاخ کاردون ماشینو برمی‌داشتم می‌کردم تو حلقش در میآوردم، ولی متاسفانه خوردم به چراغ قرمز، مجبور شدم که خودم رو کنترل کنم. خیلی سخت بود، خیلی سخت، خیلی. حالا بچه‌ها این هیچی، منی که انقدر حساسم. رفتم نونوایی، بعد جلوم یه دونه مرد وایساده بود، یه آقاه. خب بعد 10 تا نون گرفت. خب خب بعد نوبت من کشو تیچی بهم نرسید. خب
دیگه از این بدتر چی میخوای؟ همین دیگه. خیلی بد بود. حالا من بگم، من چند وقت پیش اتاق استراحت دیدم، من آبقند تو بخور. چه حرفی زدی شیری؟ خیلی. فکر کن بچه‌ها، تصور کنید من پا شدم رفتم نونوایی نون بگیرم، میبینم جلوم کی وایساده؟ پسر خاله‌ام. برای چی اومده نونوایی؟ که نون بگیره برای همسر سابق من. نه خیلی بده. اینجاش بد نید، اونجاش بده که نون بهت نمیرسه. آخه بمیرم دلم ریشه. هرس نخور، برو باگت بخر. باگت دوست نداری؟ بردیا من میکشمه! خوسی، عیزم، تو باید یاد بگیری با مشکلات زندگیت کنار بیای، مواجه بشی. ببین خود من وقتی فهمیدم تمام ایلاینای جهان دارن ضرر مالی میدن، خب منم با مشکل کمپانی خودم کنار اومدم دیگه. بیا اینجا. ببین باربارا، یواشکی منو باز کن، من به کسی نمیگم. یه دقیقه میرم بردیا رو میکشم، اینجوری تو به اموالی میرسی که از این بدبختی و نکبت در میای. چطوره؟ میگوزی واقعا؟ قشنگ نکن ایرج جانم. باربی بعد نمیگه این خوسی ها. چی میگه خوسی؟ میگه که میگه من اگه برم بردیا رو بکشم تمام اموالش کامل میرسه به تو. بعدم نمیگه. این چه حرفیه داری میزنی؟ زشته. آخه درست است شما از برادرتون استفاده ابزاری بکنید؟ تازه اگر خسرو به خدایی نکرده بردیا رو بکشه، ارث به پدر مادر شما میرسه نه به شما. من استفاده ابزاری نکردم، من یه نگاه اقتصادی درست کردم که کاملا هم قابل توجیهه. تازه مثلا بعدی که خدا بیامرز بشه، مامان بابای من که غیر از من کسی رو ندارن، که اونم خدا بیامرز بشه همه چی میرسه به من. من اینجوری با یه تیر سه تا نشون میزنم. اموال بردیا رو همه رو مال خودم میکنم. ها؟ از این خسرو دیه میگیرم. دیه میخوای بگیری از من؟ آره دیگه، برادرم رو کشتی، از خونه برادرم بگذرم. نه نه. بعد اینجا رو کامل میکنم آژانس بارباراس. جواب همه توهینا و تحقیرهای بردیارم که همه این سالا به من کرده یه جا میدم. خب این گلاشو چهار تا که؟ واقعا متاسفم. تو چرا از این بی سواد طلاقتو نمیگیری؟ وای خفه شو، دوستش دارم. تو رو نمیگم، اونو میگم. دوستش دارم. بلمون کنم بابا. بازت میکنم ها. میری یه قاتل جانی انگل اجتماع میشی؟ اینجوری من دیگه بابا. ببینید من واقعا گفتم یک بارم توضیح دادم انبار باروت هستم، ایشون در جریان. دست به من، ببین دست به من بزنید، من واقعا زنگ میزنم به مامانت. چیکار میکنی؟ زنگ میزنم مامانت. همینه، همینه. باز زنگ میزنی مامانت؟ نه زنگ میزنم مامانت. نه مامانت. ببین زنگ میزنی به مامانت تو. خب بعد بهش میگم که بردیا و رومینو میخوان عروسی کنن. مامانت آتیش میگیره، زنگ میزنه به مامان من. خب میگه بردیا و رومینو میخوان عروسی کنن. مامان من آتیش میگیره، زنگ میزنه به بردیا، تکلیفشو قشنگ معلوم میکنه. نه نه خب به نظر من این کارو نکن، اصلا بهش زنگ نزن. زنگ بزن، زنگ نزن. اتفاقا راش همینه بابا. نزن زنگ نزن بابا، راش همینه مامان... دیگه. ای بابا خانمان. الو الو، سلام خاله ماندانا جون، خوبین؟ به به خواهرزاده عزیزم، پارسال باران، امسال باربارا، سال بعد ماشین باربری. چطوری گلم؟ اون شوهر زنزلیل دامسرخونت چطوره؟ حامله نشدی هنوز؟ گلم دست به جنبون، نگاه نکن الان هر روز میری پوستتو میکشی، ژل تزریق میکنی، یه من سرخا سفیدا میمالی، هی به خیال جوونی. ویر کنی شده زایمان بالای 40 سال، بچت مثل آبای بیچاره مشنگ میشه. باران خاله گله این حرفا رو نخور، سن باید دل باشه بل باشه. این خارجی های ذلیل شده این حرفا رو میزنن که نزایم نسلمون بر بیفته منقرض بشه. شبون بود پسر فرخ لقا رفتی شده حسابدار همین ناسا، میگفت اونجا بگی سلام همه برمیگردن میگن سلام علیک آقا شب. تو خود بخون حدیث مفصل. راستی گفتم فرخ لقا، خبر داری دختر سعید؟ خاله جون یه چیزی میخوام راجع به خسرو بگم، وقت داری یه کوتاه؟ آره به قول تو همین خسرو. من سرش ویاره لبو داشتم، قیافش شد عین چغندر، هرچی هم بچه بود میبردمش همون با وایتکس میسابیدمش انگار نه انگار. خالشون وسط این حرفاتون اگه یه نفس بگیرین من مطلبم میگم تموم میشه. با
وای زود بگو گلم، هزار تا کار دارم، اومدم تربار خرید. نگم واسه چیه بازار شامی شده اینجا. آی از کارا، این بادمجونات مثل اون دفعه نباشه. خاله ماندانا، بردیا داره با رومینا عروسی میکنه. الو خاله مانی، اسخر آقا، اسخر ماما مالده کشتی شد، کشتینش سلطان قبر بردیا میکشمه. هزار مرتبه شکرت، بالاخره آه دلم اون دامن وزه خانمو گرفت. پسر ورزشکار خوشگل خوشتی به عین قلندرم و دادم دستش، یه چیز چاق مفلس و خاک بر سر بیریخ برش گردون. نوش جونش، خدا خوب گذاشت تو کاسش. مادر است دیگر. من بعید میدونم تو قاتل بودن و برای زندگیت انتخاب کرده باشی. یه کاری کردیم با تا تهش وایسی. داری پدر میشی. افتادی وسط یه رقابت بزرگ بین شاه و ملکه. حالا دوتا روایت از این ماجرا وجود داره. میخوام آخرین درس خودم به آقا معلم بدم. فرق از بین آدم باهوش و بی‌هوش. این آقا کیه؟ شوهرته. نه واقعا جنسش خوب بود. هر مهمونی فقط زنگ زد یا همیشه زنگ زد؟ لاس بزنی یعنی؟ این تخصص خودت، خیالت راحت. خوابم بیبره. تو لباساتو عوض کن، خودم خوابت میکنم. من هنگ کردم دیگه، اصلا نمیفهم. چی شد؟ کنار اومد؟ من هر کاری از دستم برمیومد کردم، هر کاری. من میتونم آرومش کنم جا؟ من بهش زنگ زدم به خاطر اینکه من فکر کردم اینو چون قبلا با هم زن و شوهر بودن همدیگر بهتر میفهمن و درک متقابل بهتر و بیشتری از هم دارن. آها آها، الان تو بزرگتر نداری نه؟ تو اوغلای قومی؟ قاشق نشسته اینو خود هر آشی نزیق بسوزن کباب که خیلت جمعی هستی. چه گیری کردم من؟ چه گرفتاری شدم؟ آخه بابا جون به هیچ حرف میزنی از خودش؟ یک سره، یک سره. منم میرم. خب میگفتی من کاملا آماده ام که حرفتو بشنوم. من اصلا دلم نمیخواست که کار به اینجا کشیده بشه. باید بهت بگم خسرو که هیچ چیز اون شکلی که تو فکر میکنی نیست. باید برات توضیح بدم. شرایط اون شده درست شبیه وقتی که رونالدو میخواست از رئال جدا بشه. فقط نمیدونم تو رئالی، من رونالدو، یا من رئالم تو رونالدو. آه تو رئالی، من رونالدو، من رئالم تو رونالدو. تو رئالی، من رونالدو، من رئالم تو رونالدو. بردیا خجالت بکش، بیا بیرون ما همدیگه راحت حرف بزنیم. مطمئنی خطری نداره؟ اون کینگ کونگو مهار کردین؟ اون کینگ کونگ خسرو توی اتاق من تنها پیچه. اگه بازش کرده بودیم که الان اومده بود تو اتاقاتو به همدیگه دوخته بود.
پس فکر این چیه؟ چیه؟ آمپول بی‌حسی تاریخ مصرف گذشته که برای احتیاط یکم هم هوا قاطیش کردم به فیل بزنم مثل جوجه جیک جیک میکنه. بوفالو که دیگه چیزی نیست. برده مصرف هم تو از همین آمپول بی‌حسی برای بیمارات استفاده میکنی؟ این یه راز بین من و تو ایرج. من فقط به خاطر تو مجبور شدم به بردیا جواب مثبت بدم. زحمت کشیدین، خسته نشین، یه وقت رودل نکنین یه وقت. تو اگه دم به ساعت، دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه مثل پشه بغل گوش من وزوز نمی‌کردی، الان کارمون به اینجا نمی‌کشید. خب دوست داشتم. الاغ! الاغ خوب. الاغ‌های خوب. زیاره خوبی میگم، مثلا میگن الاغ‌های خوب مثلا خر شرک، خر شرک مثلا. تمثیلیه دیگه، همین تمثیلات کار ما رو به اونجا کشونده. به اختلاف سنیتون فکر کردی؟ ایرج این حرفا چیه میزنی؟ این حرفا دیگه دموده شده، بریزشون دور، این چیزا دیگه مطرح نیست. شما بفرمایید چی مطرحه؟ عشق، علاقه، تفاهم، زیبایی، تناسب اندام، پوست خوب، موی خوب و؟ بفرمایید، خواهش میکنم، راحت باشین، ما هر دو مردیم. پول، پول ایرج عزیزم، پوله که میتونه یه زندگی شاد بسازه. منم که انقدر دارم میتونم صد تا زندگی شاد بسازم. اصلا اونم که برای من میمیره، اصلا کی بهتر از من که بهترینم؟ ببخشی بردیا، من نمیتونم باهات موافق باشم. به نظر من پول خوشبختی نمیاره. چی؟ به نظر من پول خوشبختی نمیاره. زهر نزن بابا. من اصلا از این پسرخاله تو چندشم میشه. اصلا را که میره ها، یاد این روباهه بود تو اون کارتون دهکده حیوانات. آفرین، میگم اینو کجا دیدم؟ آخه مردی که تو 70 سال تا 80 سال میمیری دیگه، این لباس جلف چی میپوشی؟ مگه تو بنگا شادمان کار میکنی؟ نه اصلا من میخوام بدونم که کی با کاله جوراب میپوشه. دیدی تو هم؟ چقدر ما دیدمون با هم نزدیک، ما چقدر تفاهم داریم، چقدر تیزبینه تیزوشیم. بابا ورداشتی خودتو رنگ قهوه‌ای زدی، آخه به اون میگم برنزه، برنزه اون نیست، به خود کلر سیلر ورداشتی مالیدی، بخود خب یه بارون بیاد تو ورداری همینجوری راه 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 از تو بره مثل گوره خر اینجوری کلر سیلر. من همش واقعا نگرم. پس دیگه همه چی تمومه دیگه بین تو اون دیگه، بین من و شما. فهمیدم تو الان دقیقا همون رونالدوی هستی که چهار کنج زمین رو بوسیده و برای همیشه داره از رئال میره. ولی جان من، اگه خواستی به میادین برگردی، برگرد همین رئال. بیا تو زمین خودت بازی کن. خسرو جانم، ازت خواهش میکنم که تمومش کن. من تازه داره زندگیم جون میگیره. این یک قرون دوزار برای من مهمه خسرو. من سوال اصلی متون، تو که کاردک برداشتی زندگی من از ته تراشید، هر چی بود بردی دیگه، این یه قرون دوزار بسته در دلم با اون گوره خواهی. کلر سیلر خسرو جان، قول دادی دیگه. باید بدونی که مسئولیت سنگینیه. به هر حال تو با کسی زندگی رو شروع میکنی که همیشه و در هر لحظه در کنارته. صبح که شش باز میکنی اولین چیزی که میبینی چهره اونه. بعد سر صبحونه با هم دیگه دارین صبحونه میخورین و حرف میزنین و بعد با هم دیگه میرین سر کار. در طول کار هم با هم دیگه صحبت میکنین. نهاری رو که پختی سر کار با هم دیگه میخورین و باز هم با هم صحبت میکنین. بعد که شب برمیگردی خونه ظرفا رو میشوری و اونور خودش چای میریزه و کنار تو وای میسه، با هم صحبت میکنین. بعد با هم دیگه میشینین شام میخورین و باز هم با هم دیگه صحبت میکنین. همش در طول صحبت کردن با هم دیگه. صحبت چی؟ ما که از صبح همش با هم دیگه ایم. خب در خیلی چیزا. گرفتم، فهمیدم. داریم راجع به اوضاع بورس با هم حرف میزنیم. شرایط بورس رو با هم تحلیل میکنیم ایرج. نه لزومن. راست میگی، کی آخه با زنش راجع به بورس حرف میزنه؟ فهمیدم. میشینیم با هم راجع به این حرف میزنیم که شعبه های مرکز تناسب طلایی رو چند تا و کجاها را بندازیم. فهمیدم. میتونیم با هم راجع به این حرف بزنیم که چطور آژانس باربارا را چنگش بکشیم بیرون. به نظرم بردیا جان، تو هر چقدر تلاش کنی که در این زندگی کمتر صحبت بکنی، زندگی مشترک موفق تری خواهی داشت. اما من اصلا منظورم چیز دیگه ای بود. فارسی زبانان عزیز،
برای تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی وارد سایت تلویکا شوید. جدیدترین فیلم و سریال های روز را با بالاترین کیفیت و همزمان با انتشار در ایران قانونی از طریق تلویکا تماشا کنید. به همراه زیرنویس عربی، انگلیسی و کردی. 7 روز تست کاملا رایگان. پرداخت امن و آسان از طریق استرایپ و پیپل. موجود در گوگل پلی برای نصب بر روی سیستم عامل اندروید و به زودی در اپ استور برای سیستم عامل iOS. امکان خرید بلیت سینمای آنلاین برای فیلم‌های در حال اکران در ایران و تماشای آن به صورت آنلاین. دسترسی راحت و آسان از طریق وبسایت تلویکا. فهمیدم. منظورت اینه که یکی میاد توی خونت که دیگه نمیره توی خونش. دقیقاً. همه چیز رو هم دیگه تقسیم میکنین. عین تو و باربارا. آفرین. نه نمیخوام. جان غلط کردم ایرج. یعنی چی؟ غلط کردم. من اصلا نمیتونم اونطور که باربارا تو رو میدوشه یکی بخواد منو بدوشه. من خشک میشم ایرج. خب به هر حال رومینا زن مستقلیه، کار داره، خونه و زندگی داره، ماشین داره، تو هم در تمام این چیزا با شریکی. اوه چه عالی. به به، نکنه فکر کردی بعد از ازدواجم بعد اون چندرغاز حقوقو بهش بدم؟ نه. یا اینکه فکر کردی برای من ماشین و خونه ای که از خسروی فلک زده پس گرفته ارزش داره؟ نه، اون اندازه کاسه توالت خونه منم ارزش نداره. بردیه جان، زندگی که فقط مادیات نیست. به هر حال همسر تو شریک تمام لحظات زندگیته. شریک چی؟ کشک چی ایرج؟ شراکت قانون داره. این رسمن اسمش کلاهبرداریه. من نمیدونم چرا مردا تن میدن به یه همچین خفت و خاری. برای چی؟ خود تو چرا باربارا طلاق نمیدی بره پیکارش؟ خب بردیا، من خواهرتو دوست دارم. تو هم اگر واقعا رومینا رو دوست داشته باشی تمامی این چیزا تبدیل میشه به یه دلخوشی. چی؟ تبدیل میشه به یه دلخوشی؟ ندارم ایرج، ندارم. من اول خودمو دوست دارم، بعد پولامو دوست دارم. یا اول پولامو دوست دارم، بعد خودمو دوست دارم. خیلی مطمئن نیستم، ولی الان که دارم از پولام حرف میزنم ایرج، یه حالی شدم. خون اینجوری رفت دوید زیر پوستم. یه شعله خوشگله کوچولوی گرم توی قلبم روشن شد. ایرج، اسم این احساس چیه؟ عشق. گمون کنم عشق. درسته. الان نفسم به شما رو افتاد. پس فعلا خیلی احساساتی نشو، تا وقت هستش برو بهش بگو که دوستش نداری. از چی که میرم؟ بهش بگو پشیمون شدی، نذار کار از کار بگذره. خسرو با قضیه کنار اومد. اوه چه عالی. به نصف شدن داراییت فکر کن بردیا، به پولای عزیزت. بهش بگو من پشیمون شدم. برامو عالی شد. منشی مرکز که میمونی؟ خیالتون راحت دکتر، من اصلا عادت ندارم مسائل کاری و شخصی رو با هم قاطی کنم. خب این قضیه هم با خیرات جمعی من حل شد. چه خوب شد، من همش دلشوره داشتم، فکر کردم امروز کتک و کتک کاری میشه. آخه همش تو فنجون من گول میفته. هستیدی همش خرافاته، گوش نمی کنه. دیدم خسرو بود. خسرو جان دیگه از هوایی نیستی که. چیه؟
میگم دیگه عصبانی نیستی که؟ نه بابا بر بیا خاصی. خیلی خوشحالم که دستم به خون کثیفت آلوده نشد. گوره خواهد. منم خیلی خوشحالم که با آمپول هوا نفرستادمت به درک. بفرمایید برای صرف شیرینی به اتاق من لطفا. بفرمایید. جونم ایرد جون، آره دارم میام سمت پارکینگ همی الان قربونت. آره دیگه بعدش باید بریم سمت خونه ما. من به زنگ زنگ میزنم. خانم باران برازنده معروف باربارا. ولی من خیلی اسم ایشونو تا نشنم، یعنی اصلا خودم هستم. بله جونم،